بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما همکاران عزیزم، این پنجشنبه چهارم مرداد در حقیقت آزمون دستیاری تخصصی دندان پزشکی برگزار میشه و پیام های زیادی من تو این یکی دو هفته اخیر دارم که مبنی بر اینکه ما تو این یکی دو هفته اخیر تازه متوجه شدیم چجوری باید درس بخونیم و این خیلی پیام جالبی بود که دیدم به کرات از سمت دوستان زیادی برای من ارسال شده و این نشون میده که وقتی ما آدما توی فشار قرار میگیریم و مجبوریم کاری رو انجام بدیم، تازه اون موقع متوجه میشیم باید چیکار کنیم. نشون میده تو این دو هفته آخر همه دیگه مجبور شدن جمع‌بندی کنن، خودشونو آماده کنن برای امتحان و تازه متوجه شدن که روش درس خوندن چجوریه. آزمون تخصصی دندان پزشکی فارغ از اینکه اصلا این کار واجب ورود به دوره تخصصی یا نه، که بحث فردی و شخصیه و هر کسی ایندیویژوالی خودش باید تصمیم بگیره، ولی خب ما احترام ناپذیره که با ورود به دوره تخصصی بتونیم علم و آگاهیمون رو برای درمان بهتر بیمارا تکمیل بکنیم. ما میدونیم که متولی درمان در جامعه دندانپزشکان عمومی هستن، همون چیزی که تحت عنوان جراح دندانپزشک میشناسیم، اما واقعا بعضی درمان ها هستن که نیازمند اینن که آدم مهارت بیشتری داشته باشه، علم آگاهی بیشتری داشته باشه و وارد دوره‌های تخصصی به صورت شاخه‌های تخصصی بشه، مثل کودکان، مثل ارتودنسی، جراحی فک و صورت، رادیولوژی، ترمیمی و زیبایی، اندو و غیره، که بتونه درمان‌های تکمیلی و سخت‌تری رو و دقیق‌تری رو به بیمارا ارائه بده. بر همین همکارای زیادی هستن که با این فهم و با این توجه که آقا من اگر بخوام درمان‌های دقیق‌تر و کامل‌تری رو انجام بدم باید وارد دوره‌های تخصصی بشم، میان و یک سال شبانه روزی زحمت می‌کشن درس می‌خونن. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که این امتحان علاوه بر سواد و بلد بودن و درس بلد بودن که شرط لازم مسیره، که بیشتر دوستان این مسیر رو طی میکنن و شرط لازم رو دارن، یعنی درس رو یاد گرفتن، فهمیدن، بلدن، اما یه شرط کافی داره و اونم راه و رسم این امتحانه. یعنی این امتحان یه راه و رسمی داره، یه قلقی داره، یه چارچوبی داره که اگه شما هر چقدر درس بلد باشی، هر چقدر خوب خونده باشی، اما اگر قلق این امتحان دستت نباشه و ندونی چیکار باید بکنی، نمیتونی حجم زیاد رو تو ذهنت فاینالایز بکنی، فایل بندی بکنی و یه جمع‌بندی خوبی داشته باشی و سر جلسه امتحان اونا رو چیکار کنی، پیاده کنی. پس بنابراین یه بلد بودن قلق این امتحان خیلی مهمه که من در این سالیان متمادی که بالای 20 ساله که دوستان زیادی رو کمک کردم برای ورود به دوره‌های تخصصی، با تجربه زیاد و صحبت با هزاران نفر از دوستانی که پیش من مراجعه کردن برای مشاوره، به این جمع‌بندی رسیدم که این امتحان باید برای خودش یه سبکی داشته باشه و در حقیقت من تمام دستاوردها و نوآوری‌هایی که دارم نشأت گرفته تجربیات فردی و شخصی خودم در طی سالیان متمادیه. اینجوری نبوده که بیایم صحیح و غلط عمل کنیم ببینیم چه جوری میشه. ما میدونیم که بیشترین مشکلمون تو این امتحان اینه که تمرکزمون و حجم زیاد مطلب نمیذاره ما اینا رو دقیقاً خوب یادمون بمونه و با اینکه درس ها رو بلدیم و خوندیم ولی میبینیم تسلط نداریم. تسلط نداریم یعنی درس ها رو حفظ نیستیم و به خاطر همین من یه استراتژی رو تنظیم کردم تحت عنوان مطالعه هدفمند، یعنی هدفمند درس بخونیم برای اون رشته ای که میخوایم قبول بشیم. به عنوان مثال اگه من میخوام رشته جراحی فک و صورت قبول بشم، از 250 تا سوال باید در حقیقت 180 تا 190 تا سوال رو جواب بدم. اگر میخوام رشته یه ترمیمی زیبایی قبول شم باید 170 تا 180 تا رو جواب بدم. اگه میخوام رشته رادیولوژی قبول شم باید 150 تا 160 تا رو جواب بدم. حالا چجوری تنظیم کنم که به اون 150 تا 160 تا برسم؟ حالا این رو من تو جلسه مشاوره‌ای که فردا شب توی کانال تلگرام که همیشه در خدمتتون هستم، این رو خدمت شما کامل توضیح میدیم که روش مطالعه هدفمند چیه و چجوری باید درس بخونیم که اگر درس رو بلدیم بتونیم سوالاتش رو هم چیکار کنیم، جواب بدیم و نتیجه بگیریم. من فقط برای دوستانی که این پنجشنبه امتحان دارن و از 125 تا سوال کمتر جواب میدن و مجاز نمیشن، خبر خوبی که دارم اینه که
اگه 110 تا جواب دادید، 120 تا جواب دادید، بدونید بسیار خوب و عالی هستید. چرا؟ به خاطر اینکه شما بیشتر راه رو اومدید. و تو جلسه جدا باز تو یه وایس جدا من برای این دوستان هم توضیح خواهم داد که اگر شما اومدی امسال 120 تا رو جواب دادی، زیر 125 تا بودی، مجاز نشدی، ولی من ازت پرسیدم تو چند ماه دیگه زمان نیاز داشتی تا به تسلطی برسی که بشی 160، مثلا گفتی 3 ماه دیگه. شما کاری که باید بکنی، توصیه اکیدی که من به این دوستانی که پنجشنبه امتحان دارن اینه که اگر دو تا نکته مهم رو باید رعایت کنن بعد از امتحان، اولا بدونن چند تا درست جواب دادن. اگه 120 تا جواب دادی، 130 تا جواب دادی و نمیشه توی رنج اون افرادی باشی که امسال ورود میکنن، شما کاری که باید بکنین که یه آنترایت کوتاه بدی در حد 2 هفته، نهایتا 1 ماه، و بلا فاصله شروع کنی. یه آفت سال دوم سوم اینه که خیلی زمان زیادی بچه ها فاصله میندازن و این زمان زیاده باعث میشه که دوباره ریست بشن. نکته دومم اینه که به هیچ عنوان وقتی کسی امسال 120 جواب داده، سال بعد از صفر شروع نمیکنه. یعنی خودش رو ریست شده تلقی نمیکنه که من از صفر باید شروع کنم، از اول برنامه شروع کنم. دوستانی که برای 404 برای اولین بار دارن امتحان میدن و از مرداد ماه شروع میکنن از اول برنامه، اونا اصلا حسابشون جداست. منی که امسال امتحان دادم 120 رو جواب دادم، من از 120 باید ادامه بدم به سمت بالا. اگر اومدم خودم رو ریست کردم، صفر در نظر گرفتم، سال بعد دوباره میشم 118 یا میشم 125 یا میشم 130. ولی اگه خودم رو ریست شده در نظر نگرفتم، گفتم من 120 الان هستم، چند تا دیگه نیاز دارم؟ مثلا 40 تا دیگه نیاز دارم تا برسم به 160. پس بنابراین دوستانی که سال دومشون، دو تا موضوع: اولا بینش فاصله نندازن، خیلی زیاد آنتراکس ندن، یه استراحت کوتاهی بکنن در 2 هفته 20 روز بیشتر نشه، بعد شروع کنن و ادامه مسیر رو حرکت بکنن، از صفر شروع نکنن. و الا سال دوم هم سال امیدوار کننده ای نیست. سال دوم اگه شما رفتی از صفر شروع کردی، دوباره ممکنه برسی تا 130، ولی اگه اومدی از 120 که هستی، اون 120 رو حفظ کردی، مینتیننس گذاشتی و ادامه دادی، من مطمئنم که سال دوم میتونی جز نفرات برتر آزمون باشی با 180 تا 190 تا درست. من استراتژیایی رو که میگم همه نشد گرفته تجربه خودمه و مطالعات شخصی خودم در آموزشه، که انشالله فردا شب ساعت 22 اینها رو با شما در میون میذارم. ارادتمند شما دوستان خوبم هستم، انشالله که فردا شب بتونیم با همدیگه این جلسه رو داشته باشیم. متشکرم.